با سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. توی این ویدیو میخواییم تمامی مدلای آیفون 14 رو که به تازگی معرفی و عرضه شده بررسی کنیم و یه مقایسه داشته باشیم تا ببینیم با نسل قبلی یعنی آیفون 13 چه تغییراتی داشتن. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشین و فراموش نکنید که اگه جدید هستین کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین. همونطور که انتظار داشتیم توی رویداد امسال اپل از 4 گوشی رونمایی شد که شامل آیفون 14، 14 پلاس، 14 پرو و پرو مکس بود. اول از همه دو مدل استاندارد این گوشی‌ها رو بررسی می‌کنیم. آیفون 14 کوچکترین گوشی از این مجموعه با اندازه 6.1 اینچیه که در واقع تقریبا همون آیفون 13 با یه سری تغییرات جزئیه. مثلا به تراشه بهبودیافته A15 مجهزه. از مدل معمولی این تراشه توی آیفون 13 استفاده شده، اما اپل تصمیم گرفته اونو واسه استفاده توی آیفون 14 یکم بهترش کنه. این گوشی روی پنل پشتیش دو تا دوربین داره که شامل 12 مگاپیکسلی فوق عریض و 12 مگاپیکسلی اصلی میشه. دوربینی که الان 49% عملکرد بهتر توی عکاسی نور شب داره. همچنین سرعت عکاسیش در حالت شب هم دو برابر شده. اپل قابلیت دیپ فیوژن رو هم به دوربین این گوشی اضافه کرده تا عملکرد اون توی نمایش رنگ خیلی بهتر از قبل باشه. فناوری جدیدی که اسمش رو فوتونیک انجین گذاشتن. توی فیلمبرداری هم قابلیت جدیدی تحت عنوان اکشن مود اضافه شده تا بدین ترتیب لرزش شدید ویدیوها رو هم خنثی کنه. دوربین سلفی این گوشی هم 12 مگاپیکسلیه که توی نور شب 38% عملکرد بهتری داره. چینش دوربینا در مقایسه با قبل تغییری نکرده تا پنل پشتی گوشی عملاً مشابه نسل قبل باشه. البته اپل مدعی شده میزان نمایش جزئیات توی این دوربینا حداقل دو برابر بهتر شده. این گوشی در تاریخ 16 سپتامبر وارد بازار شده و با قیمت مدل پایه 800 دلار میتونین اونو خریداری کنین. آیفون 14 پلاس هم دقیقاً مثل آیفون 14 از همون تراشه بهبودیافته A15 بهره میبره، اما در ابعاد 6.7 اینچ. اپل این گوشی رو به عنوان جانشین آیفون مینی رونمایی کرده، اما این بار کسایی را هدف قرار داده که به گوشی‌های بزرگتر علاقه‌مندن. البته بین مدل استاندارد و پلاس بجز اندازه یه تفاوت دیگه هم وجود داره که ظرفیت باتریشه. هرچند اپل معمولاً ظرفیت باتری گوشی‌هاش رو رسماً اعلام نمی‌کنه، ولی طبق اخبار مختلف می‌دونیم این گوشی یه باتری بزرگ با ظرفیت کمی بیشتر از 4000 میلی آمپر ساعت داره، در حالی که این میزان واسه مدل استاندارد به کمی بیشتر از 3000 میلی آمپر ساعت میرسه. اپل ادعا کرده طول عمر باتری در مدل پلاس خیلی بالاست، جوری که این گوشی بهترین عملکرد رو از نظر باتری در مقایسه با بقیه گوشی‌های اپل داره. لازمه بدونید هر دو گوشی از ارتباط ماهواره‌ای هم پشتیبانی می‌کنن تا وقتی هم که گوشی آنتن نداشته باشه بتونه از طریق ارتباط با فرکانس ماهواره‌ای پیام اضطراری ارسال کنه. مدل استاندارد آیفون 14 پلاس رو هم میتونید با قیمت 900 دلار خریداری کنین. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطف کنید با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنین تا یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نمایش بده. حالا بریم سراغ دو مدل برتر آیفون، یعنی آیفون 14 پرو و آیفون 14 پرو مکس که با ظاهر و پردازنده جدید معرفی شدن. این دو گوشی رو باید قدرتمندترین و بهترین پرچمداران اپل تا سپتامبر 2023 بدونیم که قراره با پرچمدارایی مثل گلکسی S23، شیائومی 13 اولترا، پیکسل 7 پرو و غیره رقابت کنن. اپل هم به خاطر همین رقابت سنگین پیش رو تا جایی که امکان داشته این دو گوشی رو به قابلیت‌های خیلی خوب مجهز کرده. آیفون 14 پرو و پرو مکس از یه تراشه جدید به اسم A16 بهره میبرن. پردازنده‌ای که از لحاظ فناوری ساخت تفاوتی با نسل قبلی نداره، ولی اپل ادعا میکنه که عملکرد اون به مراتب بهتر از A15. تمرکز اپل توی طراحی این تراشه روی بهبود مصرف انرژی، نمایشگر و افزایش کیفیت دوربین بوده. در نتیجه تراشه‌ای طراحی شده که 6 هسته پردازشی داره، 2 هسته قدرتمند با 20% مصرف انرژی کمتر و 4 هسته کوچک با 1/3 توان مصرفی تراشه‌های رقیب. در کنار این تراشه هم از 6 گیگابایت حافظه رم از نوع LPDDR5 استفاده شده، در حالی که توی نسل قبل این میزان همین 6 گیگابایت اما از نوع LPDDR4X بود. روی پنل پشتی این گوشی‌ها 3 تا دوربین طراحی شده، با این تفاوت که این بار سنسور اصلی 48 مگاپیکسلی بهتری داره تا کاربرای اپل بعد از سالها طعم تغییر رو بچشن. لازمه بدونید این دوربین توی نور کم تصاویری با دو برابر کیفیت بیشتر ثبت میکنه. از نظر اندازه بقیه دوربینا، یعنی تلفوتو و فوق عریض، تفاوتی در مقایسه با قبل دیده نمیشه و از همون سنسور 12 مگاپیکسلی استفاده شده، ولی اپل ادعا کرده دوربین فوق عریض الان 3 برابر در نور کم بهتر عکاسی میکنه. دوربین تلفوتو هم 2 برابر در نور کم تصاویر بهتری ثبت میکنه. بزرگترین تغییر در مقایسه با نسل قبلی پنل جلوییه، جایی که ناچ بالای نمایشگر بالاخره بعد از 5 سال جای خودش رو به حفره داده. حفره‌ای که شامل دوربین سلفی و سنسورهای مربوط به فناوری تشخیص چهره میشه.
این طراحی باعث شده بخش بیشتری از پنل جلو رو نمایشگر قابل استفاده تشکیل بده که این خبر خیلی خوبیه. اما نکته قابل توجه اینجاست که این حفره متحرکه، به این صورت که اعلانات و نوتیفیکیشن ها در اطراف اون نمایش داده میشن. حتی میشه از اون به عنوان پنلی واسه کنترل رسانه ها استفاده کرد. نمایشگر این گوشی دقیقا مثل مدل استاندارد 6.1 اینچیه، با این تفاوت که هم وضوح تصویر بیشتری داره و هم از رفرش ریت 120 هرتز و البته قابلیت خیلی جذاب نمایشگر همیشه روشن پشتیبانی میکنه. همچنین نمایشگر به کار رفته توی این گوشی 2000 نیت روشنایی داره که تا الان توی هیچ کدوم از گوشی‌های هوشمند اینقدر میزان روشنایی دیده نشده. آیفون 14 پرو و پرو مکس به جز اندازه نمایشگر و باتری تفاوت خیلی زیادی با هم ندارن. در نتیجه توی آیفون 14 پرو مکس هم تمام مشخصاتی که گفتیم وجود داره، با این تفاوت که ابعاد گوشی مثل مدل پلاس به 6.7 اینچ میرسه. البته ظرفیت باتری این گوشی هم بیشتر از مدل پرو و در نتیجه عملکرد اون واسه نگهداری شارژ هم بهتره. از نظر قیمت هم این دو تا گوشی فقط $100 اختلاف قیمت دارن، یعنی آیفون 14 پرو با قیمت $999 در مدل پایه و آیفون 14 پرو مکس هم با قیمت $1099 میتونید خریداری کنین. مرسی از اینکه با ما همراه بودین. در آخر دو ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که از نظر محتوا مشابه همین ویدیو هستن. تا ویدیوی بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.